در یک دهه قرقیزستان زن قالب شکنی کرده به ورزش شغل دارد که آن را خاص مردان می دانند. محبت چوانداز است و بوسکشی می کند. ما امروز برای بوسکشی آماده می شویم. لطفاً تواناییتان را در بازی نشان دهید، عزیزی من. از پا را بوسکشی می آموزانیم و آمادگی پیش از بازی را حس می کنند و کمتر می خورند. از پا با آدمان محبت دارند. حالا او در شهر کار می کند. ولی هنوز او را برای آموزشی اسب ها به دهه دعوت میکنند. اسب و توی ها را تربیت میکنم. ساکنان نزدی من آمده خواهش میکنند که اسب و توی هایشان را آموزش دهم. حالا ما در شهر زندگی میکنیم و کم به دهه میرویم. وقتی من در شهر تحصیل میکردم مردم از پدرم میپرسیدند که من امکان آموزش اسب های آنها را دارم یا نه. ظاهراً رقابت یک زن در ورزشی که سالها مردان انجام می‌دهند آسان نیست. امروز من با گروه از بچه های بازی کردم که از من کمی خورد یا بزرگتر بودند. مردهای کلان سال مرا به دستهشون راه نمیدیهند. آنها میگویند که من دخترم و باید با دختران بازی کنم. هرچند میتوانم که با کلان سالان رقابت کنم ولی آنها اجازه نمیدیهند. آنها میگویند وقتی بازی از میدان دور باشم چون میترسند که من مجروح میشوم. تایروت بر تی ایلدر گلی واسطه تماشاوات گلپ قالچه؟ محبت در یک قهوه خانه در بیشکک کار میکند. مادرش نمیخواهد که او چوانداز باشد. وقتی میتوانم راضی شوم که او با دختران بازی کند. بازی با پسران برای او خیلی خطرناک است. اگر تنها برای دلخوشی بازی کند من زید نیستم. ولی فکر نمیکنم که در آینده برای او کسبی در کاری شود. او همیشه از من رضایتم را میپرسد. نمیتوانم نگویم ولی همیشه میگویم که خود را احتیاط کند تا ضرب نخورد. بر رغم همه آرزوی بزرگ محبت این است که به دختران قرقیز چواندازی آموزد و اولین دسته دخترانه چواندازان را در قرقیزستان تأسیس دهد.